سلام، من النازم اینجا لیسبونه و به کانال من خوش اومدین. امروز این ویدیو میخوام بریم لیسبون بگردیم، لیسبون رو با هم دیگه بچرخیم. اینجا محله آلامداست، اینجا میخوام دوچرخه بگیرم یا اسکوتر بگیرم، بریم با هم دیگه سمت مرکز شهر، اون مرکز قدیمی و توریستی شهر. اینجا با هم دیگه بریم تا اونجا یه ذره تو خیابونه شهر بچرخیم. در واقع این ولاگ خیابونگردی و کوچه به کوچه لیسبونه. بریم با هم. اینجا زندگی بکنی، اصلا این زندگی میکنین و میخواین به جای اینکه از تاکسی و مترو و اتوبوس، تاکسی که خیلی استفاده نمیکنن، به جای اینکه از مترو و اتوبوس و اینا استفاده بکنین، میتونین از دوچرخه یا اسکوتر استفاده بکنین. هم خیلی راحته، هم خیلی ارزونه، هم این که میتونین شهر رو ببینین، شهر بچرخین و لذت ببرین. بریم با هم دیگه. من این دوچرخه که عموما استفاده میکنم و خیلی هم ارزونه، تقریبا میشه گفت که مفته و پولی بابتش نمیدیم، اونو با هم دیگه ببینیم. این دو شرخ ها دو شرخ های جیراه. این دو شرخ ها برای کسی که زندگی میکنه میتونه در واقع سابسکریپشن یک ساله بگیره که سالی 20 یوروه. میتونین اگر که سفر میکنین مثلا سابسکرپشن هفته ای یا ماهانه شو بگیرین که اونم قیمتش خیلی کمه، یعنی 20 یورو و شما هر چقدر که بخواین میتونین استفاده بکنین. تنها بدی که داره اینه که تعدادش کمه و باید توی ایستگاه بذارین و برش دارین. اما اگر که نمیخواین میتونین از دوچرخه‌های بولت یا اسکوترهای بولت استفاده بکنین. کافی اپ بولت رو نصب کنین، هم میتونین از تاکسیش استفاده بکنین، هم این که از دوچرخه و اسکوترش استفاده بکنین. قیمتش هم فکر میکنم بعد چک کنم دقیقش اینجا براتون میگم. بریم با هم سوار شیم. اینجا میدون دون پدروه، چون مجسمه آقای دون پدروه چهارم فکر کنم که بیشتر به میدون روسیو معروفه و چیزی که آدم مستله بنشون میدون روسیوه که ایستگاه مترو روسیو هم همینجاست. توی گذشته اینجا بیشتر مراسم گاوبازی انجام میدادن، جشناشون اینجا بوده و همینطور اعدام هایی که انجام میدادن هم توی این میدون بوده، اما الان بیشتر یه مرکز خیلی توریستی شده، پر از توریسته. تئاترشون اینجاست پشت سر من، ساختمان تئاترشونه و پر از کافه و رستوران و هتل و هاستل و از اینجور بساط دیگه. و زمانی که جشنی باشه یا فستیوال چیزی باشه، این قسمت شهر پر از اینجور مراسم میشه و دکه میزنن و غرفه ها هست و جشن و موزیک و اینجور چیزا دیگه. بریم بزن اینجا به شرخیم. مغازه خیلی جالبه، هر وقت آدم ها از دور میبیننش فکر میکنن که مثلا ممکنه سهربازی باشه، یه بازی، یه چیزی باشه، ولی بریم هم بهتون نشون بدن که این مغازه چیه. تون ماهی فروشی.
وقتی آدم ها میخوان بیان یادگاری یا سوغاتی بگیرن برای مثلا سال تولدشون، سال ازدواجشون، سالگرد چه میدونم هر چیزی که هستش، سالی که براشون مهمه رو میان این عدد رو میگیرن. بریم سال تولد من رو پیدا کنیم. حالا مدل های دیگه یه تون ماهی هم هست دیگه، اینا مثلا ساردینه، این تون ماهی ها هر کدوم یک قصه توش داره و بامزه است و قیمت گرونی هم دارن، یه اشتباه نکنم فکرم 7-8 یورو باشه. این تون ماهی ها رو به شکل شمش طلا ساختن. قیمتشون اینا مثلا 12.6، این الان 7.50. اینو ویجیتریان نوشته، اینو نوشته پایش اسپا دا اسپاشه، یعنی ماهی اسپاده رایس ماهیشه. این مثلا با کالوه، نه هر کدوم این مثلا خیلی دیگه ماشینه بکنم، خیلی ماهی خفن تریه، 31 یوروه. اینه که ساردین 6 یوروه. این مثلا سلمون 14 یورو. قیمت های مختلفی داره. این آسانسور، آسانسور خیلی قدیمیه، میرن از اون بالا و شهر رو نگاه میکنن. حتی یه صفحه خیلی طولانی داره که باید وایسی و صفحه هم خیلی آروم حرکت میکنه، اما اگه دوست داشته باشه میتونیم بریم بالا و از اون بالا شهر رو ببینیم. اما لیسبون پر از ارتفاعات، پر از پارک و نقاط مرتفعی که میتونیم بریم از اونجا و کل شهر رو ببینیم. ولی این آسانسور هم چیز جالبه، چون این آسانسور خیلی قدیمیه که فکر میکنم برمیگرده به قرن 18. خیلی چیزی، یعنی واقعا میشه گفت از سازه های آهنی فولادی خیلی قدیمی شهره، از اولین سازه های موقعی که همین سازه های فولادی رو میساختن اونا اومدن برای لیسبون اینو ساختن که یه سازه فولادی داشته باشن. اینجا میدون کامرسیوه، معروف ترین میدون شهر لیسبونه که از این طرف دریاست و این طرف هم آرک آگوستا. اینجا قبل از اینکه زلزله و آتش سوزی لیسبون اتفاق بیفته یه قصری بود در واقع، که اون حالا میریم جلوتر پله‌های هست و ستون‌های معماریه که جایی بوده که مثلا ورودی قصر بوده و بعد از اینکه زلزله میاد اینجا رو بازسازی میکنن به همون شکل و این آرک رو هم میسازن به یاد بوده بازسازی شهر بعد از زلزله. و الان معروف‌ترین نقطه شهر، معروف‌ترین نقطه لیسبون و یکی از جای دوست داشتنی شهر برای منه، چون که خیلی فضای بازی داره و انسان توش انقدره، خیلی جالبه. اگر نگاه بکنیم ابعاد انسان توی این میدون، توی اینجا واقعا انقدره. و از طرفی نزدیکیش به دریا و اینکه امکان این هست که لب ساحل آدم بشینه و کشتی ها و قایقا رو نگاه کنه برای من خیلی لذت بخشه. من خیلی اینجا رو دوست دارم، این یکی از جایی که به وقت دلم میگیره و دلم میخواد بیام یه ذره یه ریلکسی بکنم، چیل بکنم، اینجاست. حالا تو کنار این رودخونه الان با هم دیگه راه میریم. جالبه، باحاله، موزیک نوشیدنی، آدما هستن. بریم با هم قدم بزنیم.
نقطه بر من جای متفاوته، یعنی بیشتر به خاطر بوده اون خاطره‌ای که آدم داره برش جای متفاوتیه. آدم وقتی میرسه، وقتی این مهاجرت میکنه، خیلی حسش متفاوت تر از وقتی که سفر میکنه جای جدیدی میشه. خب من تجربه سفر داشتم، ولی خب مهاجرت اولین باری بود که میکردم. با دو تا چمدون میای، خیلی همه چی متفاوت تره حست و اینا، اصلا همه چی انگار یه عمق بیشتری داره و در این حال یه ترس و گنگی بیشتری هم داره. و فکر نمی کردم واقعا، اصلا هیچ تصوری از حسش نداشتم موقعی که اون رسیدم اینجا. موقعی که رسیدم فرودگاه، سفورا اومد، یکی از دوستام که حالا قرار بود هم خونه بشم باهاش اومدش فرود، عده دوستم که نبود، اولین بار بود که می دیدمش، اومد فرودگاه دنبالم، با هم دیگه ماشین گرفتیم و با هم اومدیم خونه بود. حالا خونه ای بود که اونم زندگی میکرد، یکی از اتاقاش هم قرار بود که من زندگی بکنم. خیلی برازم تجربه خوبی بود، این که میدونستی که اوکی، یکی میاد دنبالت و تا خونه رفتن و یه جوری بالاخره میری دیگه. خیلی برم حس خوبی بود این اتفاق و اینا. و بعد از اون همون شب آتنا و مرتضی اومدن با یه شیشه شراب اومدن و استقبال و ویلکامینگ و این داستانا. و اون شب ما از خونه اومدن خونه من دنبالم و از اونجا پیاده تو شهر اومدیم تا رسیدیم به این نقطه که اینجا هست. خیلی هم شب سردی بود، فکر میکنم بارونی بود، یا اینکه مثلا هی بارون میومد قطع میشد، یه همچین حالتی بود. من انتظار این سرما رو نداشتم مثلا اون موقع، فکر میکردم خب هواش مثل هوای تهران دیگه، یعنی از لحاظ درجه هوایشون مثل تهران بود، ولی چون باد داره هوا خنک‌تر و سردتر بود برای من. اون شب با بچه ها اومدیم و بچه ها توی مسیر مثلا بهم نشون میدادن که آره اینجا میدون فلانه، اینجا خیابون فلانه، اینجا خیابون اینطوری، و یه عالمه چیز میز گفتن که من اصلا نفهمیدم چی گفتن، اصلا نفهمیدم. یعنی الان فکر میکنم توی دنیای دیگه ای بودم یا خیلی خسته بودم، اصلا نمیدونم که اون شب راجع به چی صحبت میکردیم. و اومدیم اینجا نشستیم روی تپه، حالا الان بهتون نشون میدم، اومدیم نشستیم اینجا و شرابو باز کردیم و شراب خوردیم و حرف زدیم و اصلا یادم نمیاد راجع به چی حرف زدیم. خیلی منگ بودم و خیلی عجیب بود واسم، ولی خب خیلی ویلکامینگ خوبیه دیگه. و بعد از اون من با خودم اینجوری شدم که اگر قرار دوستی بیاد، منم برم اینجوری این استقبال ازش بکنم، شب اولو براش مثلا یه کاری بکنیم که احساس خیلی تنهایی نکنه. و به نظرم اگر نمیدونم، اگر شما جایی هستین که قراره کسی بیاد برید، حداقل میدونی من اعتقاد دارم که این یک زنجیره است و اگر که یکی بر من این کارو کرده، من نمیتونم برای اون دقیقا همین کار رو بکنم، ولی میتونم من برای یه نفر دیگه بکنم و اون یه نفر دیگه برای یه نفر دیگه بکنه و این زنجیره همینجوری برای همه ادامه پیدا میکنه. و آدم ها اون حس گنگی، ترس و اون حس ناشناختش رو بهتره که با یه آدم دیگه اگه اون لحظات سر بکنه، خیلی جالب تر، خیلی بهتره واسه همه. خلاصه که این تجربه من بود از این نقطه از شهر و این روز اول، شب اول در واقع اینجا اومدیم. و میگم مثلا اون شب اینو نمیدادو که اصلا راجع به چی حرف میزدیم، چی میگفتیم، و خیلی گنگ بودم، من خسته بودم خیلی، و فکرم اومدم خونه و رسیدیم و افتادم و مردم از خستگی.
اینجا خیابون صورتیه، یعنی معروف به پینک استریت، جاییه که کافه ها و بارا و نایت لایف لیزبون بیشتر اینجاست دیگه. یعنی شبا اینجا دیگه تقریبا تا صبح شلوغه. بارا بارا با این داستانا لیسبون برای من مثل یه شهر جادوییه. جادویی یعنی اینکه یه احساس خیلی خاصی این شهر داره برای من که من واقعا جایی این حس رو نداشتم. یه جور خاصیه برای من لیسبون. شاید لیسبون یا اصلا کلن پرتغال به فکر ما ایرانی ها اون اصطلاحی که همیشه خارج تو ذهنمونه اون شکل شمایل اصلا نداره. اصلا اون خارجی که تو ذهن ما هست و اصلا نداره، اما یه انرژی خیلی خاصی داره. برای من اینجوریه، واقعا انرژی خیلی خاصی داره که توی شهر قشنگ حس میکنی. مردمش یه چیلن، واقعا آدم های خیلی گرم و پذیرایی هستن، خیلی ویلکامینگن، خیلی میتونی باهاشون سریعتر و راحتتر ارتباط بگیری. و فکر میکنم با اون خوی خاورمیانه‌ای ما و اون کالچر ایرانی ما، پرتغال خیلی نزدیکتره و خیلی ارتباط راحت‌تری میتونه بگیره. علاوه بر اون خب از لحاظ غذا و اینا هم پرتغال به نظر من اروپا، حالا به جز ایتالیا شاید، و کلا تو جنوب اروپا پرتغال از کشورهایی که غذای فوق‌العاده خوشمزه‌ای داره و برای ماها که انقدر شکم برامون چیز مهمیه، اینجا برای من خیلی حس خوبی داره. حالا اینا نگفتم که بخوام تبلیغ این شهر رو بکنم، بیشتر خواستم حس و حالم برای زندگی تو این شهر رو بگم که من چه تجربه و چه حس و حالی داشتم. به هر حال هر جا مثبت منفیای خودشو داره، اینجا هم مثل همه شهرهای دیگه. اگه این ویدیو رو دوست داشتیم حتما لایکش بکنین و توی کامنت هم برام بنویسین که بازم از اینجور ویدیو بگیرم یا نه. مرسی، تا ویدیو بعد، خدافظ.